شرایط عینی در جامعه آنقدر انفجاری و آماده است که رئیسی جلاد ظرف 24 ساعت مجبور شد با دو دروغ بزرگ خودش را مضحکه خاص و عام کند. تورم سیر صعودیش متوقف شده و الان سیر نزولی تورم آغاز شده. اما 24 ساعت بعد دستور رئیس جمهور برای شناسایی عوامل پشت پرده گرانی‌های اخیر. حتی روزنامه حکومتی جوان، ارگان نیروی سرکوبگر هم صدایش درآمد و نوشت آقای رئیسی گرانی‌ها پشت پرده ندارد، هرچه هست آن را در مدیریت همکارانتان در دولت جستجو کنید. اگر گرانی‌ها علتش پشت پرده است، یعنی این پشت پرده است که دارد مدیریت می‌کند، نه دولت‌ها. گرانی گوشت، افزایش قیمت ماشین، فولاد، سیمان، هر روز قیمت‌ها رو به افزایش است، دلیلی نداره. هنوز حذف ارز ترجیحی صورت نگرفته، بازار به هم ریخته. صدای پای گرانی و کم بوده دارو به گوش میرسه. تا کی میخواید دست توی دست بگذارید و تماشای افزایش قیمت‌ها رو بکنید؟ روزنامه مردم سالاری با اشاره به ضرورت جراحی در ساختار اقتصاد ادعای جلاد را به سخره گرفت و نوشت 8 ماه بعد از تشکیل دولتی که با وعده های بسیار اقتصادی شکل گرفته، شنیدن این خبر واقعا ناامید کننده است. اون کسانی که بخوان در وضع کشور، در مورد وضع کشور قضاوت کنند، نگاهشون فقط به مسئله اقتصاد نباشه. وقتی رأس نظام رسماً میگوید اقتصاد و سفره مردم مهم نیست، چه انتظاری از جلادش میتوان داشت؟ بعد میگم فساد زیاد شده. خب فساد از کجا شروع میشه؟ از ریشه چی شروع میشه؟ ریشه همین آخونداست دیگه. حذف مشکلات ایران با نابودی رژیم، و نابودی رژیم هم با قیام مبارزاتی همچون دی 96 و آبان 98 است که برادر مسعود سالها پیش این رو گفته بود.